اسامی مبارک برادران را همه بردن، جناب اتمر صاحب، جناب قانونی صاحب و لیست جناب آقای برناکریمی خواندن. نیاز به تکرار نیست. به یک آیک شما احترامی عمیق دارم و شما را خوش آمد میگویم به این محفلی که از خودتان هست و افتخار دارم و سرفراز هستم که در جمع شما عزیزان هستم. فرصت را مناسب می دانم که از این تریبیون به روح همه شهدای عظیم الشان اسلام که در دفاع از آزادی افغانستان و استقلال افغانستان قربانی شدند، میلیون ها نفر، بر روح اونها اتحاف دعا کنیم و درود بفرستیم. اونها بودن که مثل شمع سوختن و قربانی شدن و این بستر دموکراسی و آزادی را برای مردم ما در افغانستان فراهم کردن. و به شخصیت های نامدار کشور ما که در راستای جهاد و مقاومت و صلح و دموکراسی به شهادت رسیدن احترام میگذاریم. در رأس شهید صلح افغانستان استاد برهان الدین ربانی، شهید وحدت ملی افغانستان شهید استاد عبدالعلی مزاری، قهرمان ملی کشور ما شهید احمدشاه مسعود و شهدای گرانسنگ دیگری چون مطلب بیگ، شهید احمد خان سمنگانی، احمد ولی خان کرزی و شهدای دیگری که از فرماندهان و والیا چه در قندهار، چه در مشرقی، چه در هرات، چه در شمال، شمال شرق، مرکزی، در همه جا قربانی شدند، بر روح اونها درود میفرستیم. و کسانی از بزرگانی که در میان ما نیستند ولی انقلاب را به پیروزی رساندند، مثل مارشال صاحب مرحوم، پیر صاحب سید احمد گیلانی، استاد عرفانی، شهید مصطفی کاظمی و دیگر عزیزانی که اسامیش دقیقا فعلا به خاطرم نیست، اما اونها را احترام میکنیم و به روحشان درود میفرستیم. تیم صلح و اعتدال امروز با اجازه شما و ملت افغانستان به طرف ثبت نام تکت انتخاباتی خود میرود و پیش از او لازم شد که صحبت‌های را که به مردم افغانستان دارن با حضور شما و رسانه‌های محترم و همه کسانی که دست‌اندرکاران رسانه هستن به جامعه افغانستان او را مختصر بیان بکنند. البته هر کدام ما خط مشی خاص و علاهیده نداریم. یک خط مشی است و او را جناب اتمر صاحب به طور اختصار کلیاتش را گفتن و قانونی صاحب هم بحثای را کردن. گپا را همه ایشان را گفتن، شاید برای ما چیز زیاد باقی نمانده باشه. ولی ما هم گلچنهای را از میان از این صحبت ها و صحبت هایی که باقی مانده خدمت شما تکرار میکنیم. به خاطر از این که باز اما تکمیل شوه امو خواسته ها و گفته ها و چون صحبت های شما را کم استراحت گرفته و صحبت های من به مثال نیست، ما یک مثالم برای شما به اجازه بگویم که بعد از اون امیوزای مجلس کمی از حالت خواب رفتگی بیرون بیاید. سه نفر در یک راه می رفتن، در یک شبی شد در یک جای ماندن، دوتایش ملا بود، یکش مستمه چپنکی. یک مقدار حلوا داشتن، هر دو ملا بین خود جور آمد، گفت برادر امیر یک چل بکنیم که هر سه ما را سیر نمیکنیم، بیاییم که بدو تا ما امیره از پیش می چپن یکی بخوریم. شرط ماندن، گفت که هر کس یک آیه قرآن کریم تلاوت کنه و نمو باز شروع کنه خوردن. خب کسی که یاد نداره، یاد نداره دیگه. باز گفت خیلی شروع کنیم،
یکیش گفت بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها. طرف مولای دیگه سعی کرد گفت و القمر اذا طلاها. ای آمی چپنکی دید که ما خب میمونم، گفت برو از نم از پشتی از موهاها. حالا ما از پشت هم صحبت های تا برادر بزرگ ما میریم. برای ما، برای ملت افغانستان از هر برنامه کرده برنامه برادری و یک پارچگی ملی مهم است. امروز آنچه که مردم افغانستان آسیب دیده، آنچه که مردم افغانستان متضرر شده، از وحدت ملی و از نبودن یک صلح با همیست. وحدت ملی میان همه اقوام با هم برادر کشور و صلح میان همه جناهای سیاسی و قومی. که ما همیشه گفتیم که خداوند افغانستان ما را به شکل یک موزاییک زیبای خلق کرده که همه اقوام یک نمونه از این موزاییک هستند، هر کدامشان یک خانه از این موزاییک هستند. همه گلهای رنگارنگ است که در این چمن رویده است، به شرطی که این ملت یک باغبان باشه که صحیح اداره کنه و آبیاری کنه این گلها را. ملت قهرمان، ملت سربلند، ملت با عزتی که در جهان نظیرش کم پیدا میشه. در متن ازی سروده های از مردان بسیار بزرگ عالم است. علامه اقبال لاهوری، فیلسوف جنگی و مبارز نیم قاره هند، میگفت آسیا یک پیکر آب و گل است، کشور افغان در آن پیکر دل است، از گشادی و گشاد آسیا و از فسادی و فساد آسیا. باز به یک جاهایش به روح شجاعت و شهامتشان میرسه که سرزمینی کبک و شاهن مزاج، آهوانش گیرد از شیران خراج. این ملت سربلنده از ناکارآمدی و از بی‌ادارگی کسایی که حکومت کردن به این امروز رسیدیم ما. باغبان باغ ما را ذوق گل پرور نبود، ورنه این گل نیست آن در بوستان دیگری. این مردان و زنان با شهامتی که در این سرزمین هست در دیگه جای دنیا پیدا نمیشه. بیاییم استعدادها را بارور کنیم. از نگاه علم و دانش ما بو علی سیناها، فارابیها، حکیم ناصر خسروی بلخیها و مولانا جلال الدین محمد بلخی ها که امروز دنیا به افکار اینها غبطه میخورند و از اینها بهره میگیرند. از نگاه علم و دانش مرکز خیزش دانشمندان و علما و سیاسیونی کم نظیر تاریخ است. و از نگاه شهامت و غیرت و همچنین از نگاه سیاست، سید جمال الدین افغانی یک روز دنیای آسیا را میخواست که به یک طرف ببره. امروز در یک برهه از زمان کسان اینا را از افغانستان نمیگفتن، اما در عرصه علم و دانش شخصیت های علمی ما را منصفانی در این اواخر پیدا شدن که از کشورهای دیگه هم اینها را افغانستان مرکز خیزش علما و دانشمندان گفتن و از اینا چه در حوزه علم روز و علم طب، چه در حوزه علم حوزه و علوم اسلامی اینا را اعتراف کردن. پس بیاییم که ما اینا را متحد بسازیم، دست به دست هم بدیم، این کشور را آباد کنیم. اولین برنامه تیم صلح و اعتدال برنامه تأمین وحدت ملی و صلح است که امروز دنیا هم به این مسئله متوجه هست و میداند تا وحدت ملی و صلح در افغانستان نیاید آبادی و ثبات نمیاید. مسئله دیگر پرداختن به مسائل اقتصادی است.
امروز افغانستان سیلاسا به طرف کشورهای بیرون رفتاری است. برای چی؟ برای این که نان پیدا نمیشه در اینجا. ما برنامه بریزیم که از تمامی چیزهایی که در افغانستان داریم، از معادن و از زمین و از درسه زراعت و درسه معادن، در هر چیزی که ما در این سرزمین داریم اونا رو فعال بسازیم تا این مردم بیان در اینجا نان پیدا کنن. یک زمان مردم 40 سال پیش مردم با همون روزگار عقب ماندگی نشان از این کشور نان خود پیدا میکنن، اما حال ما در این عصر معاصر نمیتونیم نان پیدا کنیم و مردم ما از گرسنگی فرار کرده به کشورهای دیگه میره. تأمین معیشت و اقتصاد برای مردم افغانستان مسئله دیگر است. مسئله دیگر تأمین مشارکت ملی و عدالت ملی است که بزرگان ما سالها برایش فریاد کشیدن که ما باید تأمین مشارکت و عدالت بکنیم، که او انشاءالله در او توافقنامه ایره که امضا شده هم آمده، من تکرار نمی کنم و انشاءالله در منشور تیم هم خواهد آمد. مسئله دیگر هم اونطوره که جناب اطمر صاحب گفتن، بسیج کردن افکار عمومی از راه مبارزات سیاسی و آگاهی دادن به ملت ما برای خلاصی از شر انحصار و همین حکومتی که همه چیز در انحصار خود گرفته و همه مردم افغانستان رو بیچاره کرده. در عرصه، چرا ما در عرصه دفاعی امروز پسمان هستیم؟ چرا مرتب همه جو سقوط میکنه؟ چرا امروز گفته میشه که 50% خاک به دست دشمن هاست؟ اگه دشمن حساب کنیم، حالا وطن دارای ما جنگ میکنه، دشمن هستیم. برای که شیرازی اما اردو و پلیس افغانستان از هم پاشیده، تمامی کسانی که تجربه جنگی و نظامی داشتن اونا پیش از وقت به تقاعد سوق داده شدن. وقت نداریم که من لیست اونا برایتان بخوانم که به سوی دگر جنرالا از سن 44 سالگی و 45 سالگی تقاعد کردن. بنان الهازا تصفیه های سلیقه‌ای و سمتی و قومی و تیمی و گروهی، اینها یک چیزایی است که امروز مردم افغانستان نهادهای امنیتیش هم فلج ساخته، که ما باید انحصار را از یک کشور برداریم و مردم را در همه عرصه‌ها مشارکت بدیم، هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه امنیتی و در تمامی عرصه‌ها. از این که ما قول اختصار دادم و گمان میکنم که وقت ثبت نام هم میگذره، من اکتفا میکنم به همین صحبت هایی که برادرها کردن و تذکرات را که خدمت شما دادیم. وقت گرانبهای شما را نمیگیریم. از خداوند برای ملت افغانستان صلح و امنیت و ثبات و برای شما عزیزان گرامی هم توفیق خدمت و ملت افغانستان آرزو میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.